محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، و بسیار تشکر از اینکه بر ما وقت دادید. سلامت باشید، مهربان هستید. شما حدود 100 روز پیش، پس از نزدیک به 4 سال از سمتتان به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی کنار رفتن، و در استعفایتان که پیش ما یک کپی هست، شما گفتن که اختلافات جدی با سیاست رئیس جمهور در سه حفظ تحکیم وحدت ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی، امور انتخابات، حکومتداری خوب، سیاست خارجی بوده. من میخوام بپرسم که در کدام موارد اختلاف نداشتیم با رئیس جمهور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته استعفای یک امر طبیعی است بر یک مامور ارشد دولتی زمانی که با چنین اختلافات روبرو میشم. و این بار نخست من نیست که استعفا میکنم. قبلنم از یک پست دولتی استعفا کرده بودم. مسئله اصلی ای هست که من حیث مشاور امنیت ملی شما بهترین مشوره خود به رئیس جمهور و رهبری دولت ارائه میکنین در موارد مختلف و موارد مهم کشوری. رئیس جمهور صلاحیت داره مشوره تان میگیره و یا نمیگیره. اما برداشتی است که شما در اکثر سیاست‌های بزرگ رئیس جمهور سهیم بودین، و برخی هم میگه که شما طراح آنچه بودین که رئیس جمهور در 4 سال انجام داده. من میره میخواستم خدمتان توضیح بدم. هر زمانی که یک سیاست مهم کشوری مطرح شده، طبعا در او رئیس جمهور مشوره کرده، مسئله را معمولا به شورای امنیت ملی که در رأسش رئیس جمهور قرار داره مطرح کرده. بنان در او من حیث عضو شورای امنیت ملی، طبعا که من نقش داشتیم، که نقش بسیار کلانه بود. بله، شما به عنوان نخست وزیر حکومت رئیس جمهور غنی هم یاد می شدین گاهگاهی. البته من تا او سرحد این نقش مهم نمی دانم، چون ما یک رئیس محترم اجرایه داشتیم، ولی طبعا من حیث یکی از کارمندان عالی رتبه دولت نقش را در این پروسه داشتم. ولی برگردم به سوال مهمی که شما مطرح فرمودید. رئیس محترم جمهور اعتماد کردن بر ما. 4 سال قبل مشاور امنیت ملیشون شدیم. از اعتمادشون سخت سپاسگزار هستم و تلاش کردیم در این مدت بسیار صادقانه همراهش همکاری کنم، چون هدف واضح بود. کشور خود باید از مشکلاتی که با او روبرو است بیرون بکشیم و همه ما باید رئیس جمهور و رهبری دولت کمک بکنیم. در جایی که مسائل مهم کشور مطرح شد و رئیس جمهور مشوره خواست و مشوره به ایشان دادیم، مواردی را که مشوره ما احساس کردم که پذیرفته نشده و با او خط فکری و با او سیاست موافق نبودیم، به نور امرشان مطرح کردیم مجددن. درست. ولی زمان فرار رسید که احساس کردم که یک، با سیاستی که دنبال میشه موافق نیستم، و دو، مشوری ما هم پذیرفته نمیشه. این یک شبه بود؟ به هیچ وجه نی. چقدر وقت گرفت تا را بود؟ مشکل است که براتان نقطه آغاز و ختم شبه گویم، ولی شما در استیفتان بسید ماهای اخیر، حداقل در یک سال اخیر این مسئله جدی بود. چند نمونه میخوایم بتونم. شما در عرصه تحکیم وحدت ملی، مثلا شما ریاست تیم مذاکره کننده با جمعیت را داشتین. در عرصه تامین صلح شما با حزب اسلامی مذاکره کردین که نتیجه هم داد، و برخی صلاحیت های شورای عالی صلح هم به دفتر شما انتقال کرده بود. در عرصه تامین امنیت، وزیرای سکتور امنیتی همیشه در اطراف شما، در جلسات شما بودن. گاگایی هم فکر می شد که زیر دستان شما هستن. و در سیاست خارجی هم شما سفرهای متعدد داشتین در کشورهای خلیج، در همسایه روسیه و فراتر از آن. سوال اینجاست که شما خود را به عنوان یک عضو کلیدی حکومت وحدت ملی چقدر مقصر نارسایی هایی که امروز شاد میشه میدانه؟ موارد را که شما لست کردین موارد مهمی بود. ببینین، اول فرمودین که مذاکره صلح با حزب محترم اسلامی از سوی دولت انجام شد که در او ما نقش داشتیم. اون
فضل خدا با کامیابی رسید. در مسئله ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امنیتی کشور یک اداره جدید ایجاد شد به نام سرقومندانی اعلی قوای مسلح و این در عرصه هماهنگی پیشرفت‌های خوبی را به میان آورد و هماهنگی نسبتاً بهتر شد. در موارد سیاست خارجی و همکاری‌های منطقوی ببینید افغانستان بهترین رابطه امنیتی را در منطقه از آن خود ساخت، مخصوصا به این خاطر که در منطقه یک نوع شک و تردید در مورد دولت افغانستان وجود داشت. درست. بعد جزئیاتش میگم. چرا 4 سال صبر کردیم و گذاشتیم که اختلافات حداقل در 1 سال اخیر اینقدر عمیق شود که شما تقریبا در تمام جبهات مربوط کار شما، یعنی مربوط امنیت ملی افغانستان، با رئیس جمهور مشکل پیدا کرده؟ در هر پروسه دولتی خواهی نخواهی مشکلات می باشد. تعهد یک تیم بر این هست که به خاطر به دست آوردن اهدافی که روش موافقه شده در حل مشکلات بپردازند و من طبعا همین روش دنبال می کردم. اکثرا در حل مشکلات قادر شدیم، مشکلات هم در اثر را برداریم و کار پیش ببریم، چون مسئله بسیار حیاتی بود بر ملت ما. مسئله این نبود که در هر مشکل ما مشکل به جای خود بگذاریم و استعفا بکنیم، بلکه همون چالش عمده ای بود که چگونه مشکل میتونیم با اجماعی تیم حل بکنیم. 3 سال اول میگین یا در کل؟ در 3 سال اول مخصوصا پیشرفتی بسیار خوب داشتیم در اکثر موارد، ولی باز هم حالات به میان آمد که احساس کردم که نمیتونم این مشکلات از راه تفاهم حل بکنم. چی حالت مثلا؟ مهمترینش مسئله وحدت ملی کشور ما. یعنی رئیس جمهور وحدت ملی را ضربه زده با کارهای خود؟ یعنی به هیچ وجه از اون دیدگاه نباید این مسئله را بررسی بکنیم. حقیقت مسئله این هست که وحدت ملی کشور ما تاوان دید در سالهای اخیر. دولت نقش را که باید ایفا می کرد تا این وحدت ملی را نه تنها حفظ کنند بلکه تحکیم و توسعه ببخشه، متاسفانه این نقش ایفا نکرد. یک کمی میشه بیر توضیح بدین؟ مهمترین مسئله در وحدت ملی اول مشارکت ملی تمام نیروهای سیاسی کشور ماست و مسئله دوم شمولیت رهبران ارشد سیاسی کشور ما در مشور است. آیا شما میگین که حکومت ما در 1 سال اخیر که شما برای جمهور مشکل داشتین در انزوا رفته؟ حکومت متاسفانه در انزوا رفته. رهبران ارشد سیاسی کشور ما احساس آرامش ندارند در مورد مخصوصا سیاست ها و پالیسی های دولت. درست. و یکی از نکات بود که من همیشه در موردش اعتراض داشتم. آقای اطمر، شما در نخستین روز کاریتان یا روز دوم بود، اصلاح کنین اگر اشتباه کردم، پیمان امنیتی را با ایالات متحده آمریکا امضا کردید. آیا از امضا کردن این پیمان راضی هستند؟ پیمان امنیتی یکی از مهمترین سندهایی بود بر تقویت قوای مسلح کشور ما به خاطر دفاع مستقلانه از کشور. به اون لحاظ هر فرد وطن دوست به خاطر تقویت نیروهای دفاعی کشور اگر کار را انجام میده باید از او راضی باشه. من از او دید به این پیمان نگاه میکنم. آیا افتخار میکنید که کار کردین با اونو نگه خان؟ هر زمانی که به خاطر دفاع از کشور خود گام را برداشتیم به او افتخار میکنم. این تنها یگانه گام نبوده که من در زندگی و حیات سیاسی و رسمی خود برداشتیم. بدون شک شما از اعضای کلیدی حکومت آقای کرزی هم بودین برای سالهای متمادی. شما طرح امنیتی 4 ساله بر افغانستان ریختین، شما و دفترتان. بخش از این طرح گسترش حاکمیت دولتی تا 80% در طی 4 سال گفته شده بود، اما در این 4 سال رئیس جمهور در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته که حداقل 28,000 نیروی امنیتی افغان جان باخته. گزارش‌های سازمان ملل می‌رساند که حدود 10,000 غیر نظامی هر سال کشته و زخمی میشن. شهرها سقوط کرد، قندوز 2 بار، امروز هم وضعیت بدتر از گذشته دانسته میشه. چرا این پالیسی و طرح نتیجه نداد؟ چرا امروز یک وضعیت بهتر نیستیم؟
اول بسیار مهم است که شما وقت زمان حال ارزیابی میکنین به گذشته هم نگاه کنین. 4 سال قبل نیروهای دفاعی افغانستان در امی حدود بود که امروز هستند، یعنی 352 هزار جمع 30 هزار پلیس محلی که در تشکیل است اما در واقعیت امی هم نیست. خب پس سر مسئله مهم، مسئله در هر دو حالت عینی چیز بودن و در اون زمان اضافه از 140 هزار نیروی خارجی بود در کشور ما. ببینین امروز قوای مسلح ما اما مکلفیت تقریبا به تنهایی بر دوش خود حمل میکنن. در این حالت یک مقدار احترام و ارزش‌گذاری به کار از این قوای مسلح ما بسیار مهم است که از سوی هر فرد افغان انجام شود. اما میایم سر مسئله سیاسی که آیا نیروهای مسلح ما تمام او امکانات را که نیروهای مسلح خارجی یا حداقل نیمی از او امکانات را که نیروهای خارجی داشتن دارن برای ادای این مسئولیت؟ جواب است که نی، ندارن. یکی از مهمترین تلاشایی را که ما انجام دادیم در چارچوب این پلان 4 سالی انکشافی بر قوای مسلح ما این بود که اینا از تجهیزات و تعلیمات برخوردار شوند که بتانن امی مسئولیت به خوبی انجام بدن. درست، اما شما هر با گذشت هر سال باید بتانن ارزیابی کنن که این پلان درست است، عملی میشه، وضعیت بهتر میشه یا خیر. ما شاهد افزایش ناامنی، شاهد سقوط شهرها، شاهد گسترش دامنه حاکمیت طالبان هستیم. پس اگر ساده بتانیم ارزیابی کنیم، آیا این پلان نتیجه داده یا خیر؟ آیا ما در یک وضعیت بهتر هستیم یا نیستیم؟ ما به هیچ وجه در وضعیت بهتر نیستیم، اما این میتونست به مراتب بدتر باشه. آنچه را که قوای مسلح ما انجام داد با قربانی های فراوان این بود که نگذاریم که به وضعیت بدتر از این بره و در عین زمان تلاش داشتیم که تا این نیروها را انکشاف بدیم، توسعه بدیم تا بتانه امون مسئولیت به نحو انجام بده که ملت ما آرزو داره، توقع ملت ما است. بنان شما یک عرصه مهم از امور دفاعی و امنیتی کشور ما را در زمان ارزیابی میکنین که این در حال رشد است، یعنی در حالی که قوای مسلح ما ساخته میشه در عین زمان مسئولیت دارن که دفاع بکنن. بنان شما گلاس نیمه پروش حتما باید ببینید. بدون شک که بسیار مهم است. این قسمت بسیار خوب پیش آمدن، ولی قسمتی که باقی مانده این هم مکلفیت رهبری سیاسی دولت است، مخصوصا که کمک بکنن تا به او هدف برسیم. آقای وزیر، دفتر شورای امنیت ملی، دفتری که شما مسئولیت داشتن برای 4 سال، یک دفتر بسیار بحث برانگیز بود که برای ما هم گاهی پرسش برانگیز بود. برخی ها از کلان شدن این دفتر هم انتقاد میکردن، مثلا میگفتن نزدیک به 1000 کارمند دارن، از بخش نظامی گرفته تا سیاست خارجی تا فرهنگی مسائل دینی و امثال هم. من مطمئن هستم شما یک توجیهی برش دارن. بله آقا. چی است؟ اول این دفتر بر اساس پلان یک فرد گسترش نیافت، بلکه بر اساس یک مقرره که از سوی شورای امنیت ملی و کابینه افغانستان به تصویب رسید. این نخستین بار بود که دفتر شورای امنیت ملی یک چارچوب حقوقی را به دست آورد، یعنی تصویب شورای امنیت ملی و تصویب کابینه. بر اساس او مقرره تشکیلات از این دفتر نشد، چون وظایف خاص به این دفتر داده شد. مهمترین حالا رئیس جمهوری دفتر رو دوباره خرد می‌سازه. اجازه بدین که من قسمت اول سوال شما رو جواب بدم تا آخر. بنام بر اساس وظایف جدید تشکیلات نو ساخته شد و در این تشکیلات 2 نوع کارمند استخدام شده این دفتر، یکی کارمندای دائمی و یکی هم کارمندای خدمتی که سایر ارگان‌ها آورده شدن. بنام اضافه از 50% پرسونل ای دفتر کارمندای خدمتی بود که از سایر ارگان ها به ای اداره آورده شد. اگر طرح شورای امنیت بوده،
چرا حالا رئیس جمهور تصمیم گرفته که دفتر دوباره کوچک بسازه؟ این مهم است که سوالی است که از خود جناب رئیس جمهور باید بپرسید. اگر طرح شورای امنیت بوده، چرا همو وقت سیاسیون افغانستان به شمول معاون اول رئیس جمهور از کار کردی دفتر انتخاب کرده، معاون دوم ریاست اجرایه از کار کردی دفتر انتخاب کرده که اعضای شورای امنیت هستند و در بیرون شورای امنیت اعضای مجلس نمایندگان، حرکت های مثل جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز و امثال هم؟ بله، اول بخاطر قسمت اول سوال شما بسیار ضروری است که شما مو مقرری این دفتر ملاحظه بفرمایید که این نکته ثابت شود که مثلا به هیچ وجه سلیقه و یا تشخیص یک فرد نی، بلکه یک فیصله جمعی کابینه دولت و شورای امنیت ملی بوده. قسمت اول. قسمت دوم، شما صرفا از انتقادات نام میگیرین که متوجه این دفتر بوده، ولی در عین زمان از ارجگذاری که همچنان به این دفتر شده ضروری است هم یادآوری بکنیم. همین رئیس جمهور محترم فعلی را تقریبا ملاحظه بفرمایین که بارها از نقش مهمی از این دفتر ستایش کرده و حتی مسئولین محترمش هم با تفویض مدال شما مدال دادن گذاری کردن. بله، بنان شما اما این مدال در سال آخر کارتان بود. اجازه بفرمایید که در سال آخر کار ما مدال به خاطر شخص ما داده نشده بود، این مدال به خاطر زحمات امی دفتر داده شده بود. خب طبعا آمورین و مسئولین او افتخار را پیدا میکنن، ولی مهمی است که در ارزیابی و قضاوتتان هر دو مسئله بدون شامل بسازید. بدون شک. آیا فکر میکنین که نهادهای امنیتی در دوره کار شما و رئیس جمهور بیشتر سیاسی شده؟ آیا نه؟ خب سوال یک مقدار عام مطرح فرمودین که آیا نهادهای امنیتی سیاسی شده؟ جواب معی است که نهادهای امنیتی طبعا رهبری سیاسی دارند. رهبری سیاسی از طرف دولت مدیریت میشه، ولی نهادها تلاش عظیمی صورت گرفته که غیر سیاسی شوند. مثلا در مورد تقرر کادرها یک تلاش ما انجام دادیم که اگر بتونیم یک بورد مستقل در مورد تقرر کادرهای ارشد این نهادهای امنیتی ایجاد بکنیم و او بورد حتی یکی از کسای شخصیت های بسیار عمده کادری امنیتی ما که در این زمان مخالف سیاست های دولت بود از اونو دعوت کرد. بله، اوکی، چند بیش مسئولیت بی پست نبود. خب، چیزی که مهم است در این نقطه شما میتونید ملاحظه کنین که نیت یک نیت خوب بود برای زی که این پروسه را غیر سیاسی بسازید. اما نتیجه گیری شما این است که رهبریشان سیاسی است، نیروها تا حالا سیاسی نشده؟ به هیچ وجه نیست. بسیار. شما و شخص رئیس جمهور غنی در روزهای نخست کارتان از گسترش داعش در کشور هشدار دادین. برخی ها گفتند که به خاطر جلب توجه امریکا است تا پس از خروج 2014 کاهش حضور قابل ملاحظه یک بار دیگه به افغانستان جلب توجه شود. و برخی ها ادعا کردند که کار خود حکومت است، مثلا والی آن وقت شما در پکتیکا. چرا این ادعای اتهام داعش پروری به دفتر شما پیوند خورد؟ سوال شما دو جنبه دارم. جنبه اول که گویا دولت خطر داعش به این خاطر مطرح می ساخت که توجه آمریکا و ناتو را جلب بکنن. پاسخ ما این است که حقیقت نداره، چون دولت از قبل سند امنیتی را با آمریکا و ناتو امضا کرده بود، بنان هر دو طرف مکلفیت ها داشتن. ضرورت بیدیده نمی شد که سر و صدای بی مورد دیگه برا انداخته شود. ولی او اده از دوستای ما که ای اتهامات به دولت بستن که گویا در پی گسترش داعش هستن در افغانستان، از اعضای دولت بودن، والی شما بودن در پکتیکا. بله، این دوستای ما ضرور بود که اسناد و شواهد خود ارائه میکردن و دولت در بی مورد تحقیق کرد.
من به یاد دارم که از ولی محترم یک هیئت مرکب مرکب دولتی و از اعضای محترم شورای ملی رفتن و از اونا اسناد و شواهد و مدارک خواستن. میفهمین در جواب چی گفت؟ که یک اشتباه لفظی بود ما اینطور نگفتیم، ما گفتیم در دوری قبلی، یعنی در دوری حکومت جلالت مآب کرزی صاحب، در اون زمان یک مقدار پول به ماجرینی که یا مردمی که از او طرف خط دیورن آمده بودن به اونا پول توزیع شده بود و این گفت که در واقع توزیع پول به اینا، یعنی توزیع پول به داعش است. خب گپ موازی بود و ما شنیدیم. نه، قسمت دوم حرف فراموش کردیم که ببینیم ما حرف والی رو میشنویم که چی ادعا کرد، اما حرف هیئت محترمی که موضوع رو بررسی کرده و بی پایه بودن ادعای والی رو ثابت میسازه به او توجه نکرد. توجه شد، والی بر کنار شد. بله، این بسیار مهم است که اساس قضاوت ما را چنین ارزیابی های بی‌طرفانه تشکیل بده، نه خدای نخواسته ادعای کسایی که نمیتونن شواهد و مدارک گرا بود. که آقای متین از کارش برکنار شد و چندی بعد هم دوباره به کار گماشته شد به عنوان والی غزنی. آقای وزیر، از کار شما در شورای امنیت گسترش روابط با روسیه و تا حدی با ایران بود. چه منطق داشت نزدیکی افغانستان به روسیه و ایران؟ تنها به روسیه و ایران نبود، بلکه به تمام منطقه بود. شروع را ما از هند کردیم. ببینین، بر اولین بار از هند ما اسلحه ثقیل و حتی چرخ بالای جنگی بر قوای مسلح خود گرفتیم و در تاریخ کمک‌های که بسیار مؤثرم تمام شده بی‌نظیر بود. بناهن این تنها متوجه یک یا دو کشور نبود، ما به تمام منطقه مراجعه کردیم. با چین کار نزدیک را انجام دادیم که اونا هم از نیروهای دفاعی ما حمایت کردن، نه تنها تیارهای نو به قوای مسلح ما از سوی همکاران چینی ما فراهم خواهد شد، بلکه اسلحه هم فراهم شد. روسیه هم چنین کرد، با ایران هم که یک کشور دوست و برادر است و باید همکاری نزدیک داشته باشیم، مطلق هدف عمده ما بود. با آسیای میانه همکاری نزدیک کردیم. پس تمرکز شما این بوده که رابطه با تمام از اینا بسیار مهم است که به این نکته هم توجه کنیم که با کشورهای عربی و شمول عربستان و امارات هم همکاری نزدیک صورت گرفت. بنان نکته نظری که گویا ما صرف به بعض کشورها توجه داشتیم و بعض دیگر نداشتیم نادرست است. آقای اتمر، رئیس جمهور غنی را از چه زمانی می‌شناسید؟ اولین باری که با ایشان دیدم بعد از سقوط رژیم طالبان بود در کابل. آیا در شناخت و اشتباه کردین؟ ببینین، مهم ای است که این رابطه ها چطور در سالهای همکاری انکشاف یافتند. موارد را داشتیم که مطلق هر دوی ما هم فکر و هم نظر بودیم و مطلق با هم همکاری کردیم. و باز خدمت شما عرض کردم که در انتخابات ما صادقانه پولیشان استاد شدیم، چون به ایشان اعتماد داشتیم. باور کردیم، استاد شدیم، حمایتش کردیم. به دیدگاهش باور کردیم. به دیدگاهشان، به پرگرامشان. در دوری حکومتشان ایشان لطف کردن به ما اعتماد کردن و مشاور امنیت ملیشان بودم. در تمام مسائل ملی از بابت دیدگاه کلان با هم موافق بودیم. بجز از 7-8 مورد بزرگی که در استعفایتان نه خیر، بجز از روش کار. در روش کار اختلاف نظر داشتیم. بدون شک نمایندگی از یک از دیدگاه نمیکنه. ببینین، آرزوی همه ما امن ساختن وطن ما بود، آرزوی همه ما صلح در کشور بود، آرزوی همه ما تقویت نظام مردم سالار در کشور بود، ولی در روش‌های خود تفاوت نظر داشتیم. درست. برخی رئیس جمهور متهم به سیاست‌های قومی می‌کنه. شما هم بیشتر اشاره داشتیم که حکومت بیشتر منزوی شده.
آیا اشرف غنی یک قانونگرا است؟ رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور قانونگرا نیست، متعلق به تمام ملت ماست و آرزو و امیالش همیشه در چارچوب ملی تعریف شده، نه در چارچوب قومی. اما باز ما عرض کردم که متاسفانه روشهایی به کار گرفته شد کمی انتباه در بیرون ایجاد کرد. اگر سه اشتباه کلان یک سال اخیر رئیس جمهور که شما انتقاد کردن و منجر به کنار رفتن شما شد، برای ما فهرست کنین چی است؟ ببینین، ما از بعضی اونا ذکر کردم. اشتباه اول حکومت وحدت ملی ای بود که در بین خود وحدت ایجاد نکردن و تا آخر نتانستن روی مسائل مهم ملی توافق کنن. بین دو گروه میگین، کمپ دکتر سبطلا و کمپ رئیس جمهور، و یک مقدار زیاد وقت ما ضایع شد که بتانیم این دو گروه را در بین نظام نگاه کنیم و عوض مسائل اساسی به مسائل فرعی و حتی تعیینات داهم بپردازیم. این مشکل اول بود. مشکل دوم که حکومت وحدت ملی نتانست رهبری ارشد سیاسی کشور در مشوره و تصمیم گیری شامل بسازه. سوم اشتباه که در سه سال اول هم این نقصه بود. بله، اما تلاش به این وجود داشت که این نقصه برطرف شود. مشکل سوم حکومت موضوع ای بود که نتانست مشارکت واقعی ملی را در نظام به میان بیاره. به چه معنی؟ به این معنا که تمام گروه های سیاسی کشور و تمام کادرهای کشور احساس بکنند که فرصت های مساوی برشان مهیا شده، احساس بکنند که دولت تلاش داره که حضورشان و مشارکتشان تامین بکنه. این از مهمترین اشتباهات بود و از مهمترین متاسفانه ناکامیایی بود که در 4 سال اخیر میتونیم از اون نام بگیریم. آقای احمد، میگن که در سیاست دوستی و دشمنی دائمی نیست. نمیفهم شما به این مقوله باور دارین یا خیر. میخوایم بپرسم که آیا شما در آینده امکانش هست که یک بار دیگه با رئیس جمهور در یک تیم سیاسی کار کنن یا تمام پلهای عقبی شکستانده شده؟ اجازه بدین که اول این مقوله ره که میگه در سیاست دوستی و دشمنی ابدی نیست او رو رد بکنم. ما افغانا مکلف هستیم با یکی دیگه خود دوستی کنیم و به او وفادار بانیم، چون آینده کشور ما مربوط به اتحاد و اتفاق ماست و بدون دوستی نمیتونیم چنین یک آینده را بر اولاد خود تضمین بکنیم. بنابراین اول این مقوله را باید کنار بگذاریم. قسمت دوم مسئله که آیا همکاری با جناب رئیس جمهور در آینده بر من ممکن است، باز هم سوال باید از دو بود نگاه کنیم. در مسائل کلان ملی مثل صلح، امنیت، انتخابات، اجازه بفرمایید که سوال شما رو جواب بدم. در این مسائل کلان بدون ای که در حکومت باشیم یا نباشیم مجبور و مکلف به همکاری هستیم، اما در چارچوب یک تیم در یک برنامه خاص انتخاباتی فکر نمی کنم و کاملا اطمینان دارم که یعنی نمیخوایم چنین همکاری را انجام بدیم. آیا شما رئیس جمهور غنی را شایسته رهبری کشور برای یک دور دیگه میدانید؟ ببینید، من مشاور شان دیگه نیستم که مشوره را به اونا بدم، ولی من احترام کسی هستن که بسیار از نزدیک میشناسن شما، ولی احترامانه خدمتشان این نظر خصوصی عرض کردیم و در او خدمتشان گفتم که شاید بهتر باشه به خاطر ماندگی که در 5 سال گذشته اینا متقبل شدن، خستگی را که داشتن، شاید به مراتب بهتر باشه که فرصت به یک نسل نوی سیاسی و خودشان همیشه معتقد بله هستن این فرصت مساعد بسازیم. که ظاهرن این مشاوره شما را جدی نگرفته و دیدم این شکل آمده، یکانه مشاوری نبوده که اونا جدی نگرفتن، مشاوره دیگه هم بوده. وزیر صاحب، میایم به بحث کلانتر، بحث صلح.
که واقعا یک بحث بسیار جدی بر افغانستان امروز است. شما که از طالبا و منطقه غرب شناخت کافی دارین، سیاست اخیر امریکا را در سی مذاکره با طالبا چگونه میبینین؟ این یک گام بسیار معقول بود از طرف دولت امریکا که تعهد خود به صلح در افغانستان رسما اظهار کنن و یک هیئت مهمه به این وظیفه بگمارن و یک خبر خوش هم بر افغانستان و منطقه است و ما طبعا از این حمایت میکنیم، اما در عین زمان نگرانی خود هم همراهشان شریک میسازیم، هم همراه اونا هم همراه دولت محترم خودمون. اولی که در مورد هدف نهایی صلح باید وضاحت کامل به مردم افغانستان داده شود. ما بارها تاکید کردیم که صلح در چارچوب جمهوری اسلامی افغانستان مورد قبول است، اما صلح اگر به تاسیس به اصطلاح امارت اسلامی بیانجامه، این مردم افغانستان نمیتونه بپذیره. درست، چی هستی خطوط قرمز در مذاکرات؟ مهمترین خطوط سرخ ما باید در این مذاکرات اول قانون اساسی کشور ما باشه و ارزش‌هایی که در قانون اساسی تسجیل شده. خصوص قانون اساسی هیچ باز نشه؟ یعنی به هیچ وجه ایراد داره نمی کنم، اما سه مورد بسیار کلیدی از دیدگاه ما که به هیچ وجه باید مورد مذاکره قرار نگیره. یکی اسلامی بودن نظام ماست، دوم حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان و حقوق تمام مردم افغانستان است، و سوم مسئله ماهیت نظام یعنی جمهوری اسلامی، درست، نظام مردم سالار. درست، اینا هیچ وقت باید مورد بحث قرار نگیره. برای شما پیشتر اشاره کردین برگشت امارت اسلامی طالبا قابل قبول نیست. به هیچ وجه ما، اجازه بفرمایید، با گوش باز مبتنی بر ارزش‌هایی که داریم و بر بنیاد منافع ملی خود از برگشت طالبا به نظام و از صلح دائمی پایدار و عادلانه استقبال میکنیم. طبعا که خواسته همه مردم است، اما نه از برگشت رژیم طالبانی. بسیار خوب، پس تعریف شما از طالبا چی است؟ با امی شرایط که شما بیشتر اشاره کردین، چی نوع یک گروه است؟ ببینین، یکی طالبای است که خواست سیاسی دارن، که هر افغان حق داره که خواست سیاسی خوده سر میز مذاکره بگذاره، از رای انتخابات و از رای معقول نظام این خواستای خوده دنبال بکنه. دوم روش هست که برای برآورده شدن خواسته ها اینا مطرح میسازن. اگر این روش کشتار مردم باشه، خونریزی باشه و محروم ساختن مردم از حقوق اساسیشان باشه، اینا روشهایی نیست که مردم افغانستان او را قبول بکنن. اگر بگوییم که طالب یک گروه سیاسی است، یک گروه سیاسی مخالف که برش میگفتن، یا مخالف مسلح سیاسی، گروه شورشی است یا گروه تروریستی؟ متاسفانه شما هر سه خصوصیت در اعمال که انجام میشه مشاهده میکنید. مثلا خواسته های سیاسی توأم با خشونت، شورشگری و با کشتار بیرحمانی مردم مطرح میشه. این قابل قبول نیست. عوضش مردم افغانستان ببینین به اونا پیشنهاد کردن، اگر خواسته های مشروع سیاسی دارین، ما حاضر هستیم با شما گفتگو کنیم، به نتیجه برسیم و صلح کنیم، تا به این ترتیب هم شما کامیاب باشین در آینده افغانستان و هم ملت ما. و اما اگر این خواستای مشروع مردم ما به خاطر صلح، به خاطر یک نظامی که مردم به او اعتماد داره نادیده گرفته میشه و به ادامه جنگ تاکید میشه، این قطعا اعتماد در قلب مردم ما نسبت به این گروه پیدا نمیکنه. چه قیمتی را باید برای رسیدن به صلح یا رسیدن به یک توافق با طالبا پرداخت؟ چیزی که نباید قربانی شود او خواسته های برحق ملت ماست
مخصوصا در رابطه با نوع نظامی که میخواین و در مورد آیندی را که بر اولاد خود در نظر دارن. این به هیچ وجه نباید زیر سوال برود. صلح با طالبا باید بر اساس خواسته های مشروع هر دو طرف صورت بگیرد. مثلا چی؟ مثلا یکم میره بر ما که کمتر میدانیم تشریح کنین، یعنی نصف کابینه را برش بتیم، ولایات را برشان بتیم، چی معنا دارد در واقع؟ ببینین، تا جایی که ما در گفتگوها شامل بودیم و شنیدیم از اونا، مسئله اول را که مطرح ساختن ای بوده که باید اساکر خارجی از افغانستان بیرون شن. موقف دولت افغانستان همیشه ای بوده که من سخت طرفدار از اوستم، که بعد از یک صلح و استقرار پایدار باید نیروهای خارجی از کشور ما برون و ازشان تشکری میکنیم، در یک وقت سخت با ما کمک کردن، ولی به هیچ وجه طرفدار حضور نیروهای خارجی در کشور خود برداهیم نیستیم. در عین زمان تاکید کردیم که به هیچ وجه ادامه تروریسم، کشتار مردم و حضور تروریست های خارجی را در کشور خود هم نمیخواهیم. بنان هر دوی از این خواسته باید از طریق یک روند فراگیر ملی به خاطر صلح و مصالحه پیگیری شود. با آغاز مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان، آیا عبارت روند صلح به مالکیت افغانها و رهبری افغانها معنا دارد؟ بسیار مهم است، طوری که دوستای امریکایی ما مطرح کردند که اونا مذاکره صلح را با طالبان انجام نمیتن، اونا گفتگو میکنن تا مذاکره صلح بین طالبان و دولت افغانستان تامین شود. اگر هدف امی باشه که من دو شک ندارم، بنان این مسئله قابل قبول است، ولی در عین زمان بر دولت افغانستان بسیار مهم است که مالکیت افغانا بر این پروسه را به یک نحو بسیار باریک تعریف نکنند، که گویا اگر دولت در او یا رهبری حکومت در او شامل بود، بنان این ملکیت افغانا را نشان میده، این مالکیت افغانا را نشان میده. این درست است. تعریف ما از او وسیع تر است که باید رهبری سیاسی ملت در این پروسه به صورت مشروع و شفاف شامل بسازد. آیا طالبا به نظر شما آماده مذاکره با دولت افغانستان است؟ خب تا فعلا خب پیوسته این مسئله را رد کردن که با دولت افغانستان نمیخواین مستقیم مذاکره بکنند. و حکومت یک هیئتی را به این تازگی گماشته یا حداقل تعیین کرده، گزارش های رسیده و حکومت هم رد نکرده که این کار اونا نیست. آیا شما فکر میکنین که این یک هیئت درست برای مذاکرات است؟ اگر اجازه بدین که دامه بتون پاسخ با سوال پیشتر شما را، طالبایی را رد کرده که با دولت افغانستان صحبت بکنند و ما قطعا طرفدار این موقف نیستیم. ما از طالبا میخواهیم که با دولت افغانستان صحبت بکنند. اگر قرار است که صلح پایدار و عادلانه در کشور تامین شود، و به دولت افغانستان توصیه میکنیم که این کار به هیچ وجه بدون اجماع ملی، بدون شمولیت تمام رهبران عمده سیاسی کشور، این کار انجام نده. بنان درست به می خاطر میخواهیم بگویم هیئت را که حکومت تعیین کرده، و ما البته ما رسمی چیزی را ندیدیم، یعنی چیزی را که دیدیم معلومات بود که از طریق رسانه ها به ما رسید. اگر این معلومات درست باشه و حکومت قرار باشه چنین یک هیئت را تعیین بکنه، این هیئت قابل پذیرش نیست. اول این پروسه قابل پذیرش نیست، برای اینکه بدون مشوره و اجماع ملی صورت گرفته. دوم، امین و ترکیب هیئت قابل پذیرش نیست، یعنی حکومت ما در این مورد باید از فکر خلاقتر استفاده بکنه. آیا شما میخواین بخشی از هیئت گفتگو کننده با طالبا باشین؟ شما اگر منظورتان جمع تیم ما باشه، حتما ما میخواییم.
شخص از جمع تیم ما. ببینین اگر ما مسئولیت های سیاسی دیگی را به عهده نگرفتم حتما میخوایم جزئی پروسه باشم، ولی ما به گروه از خواهران و برادران تعلق دارم که اونا 100% هم خواستی را دارن که شامل پروسه باشن و هم تمام میارایی را دارن که در این پروسه با شایستگی حضور افغانی را تامین بکنن. آیا شما از روندی که در مسکو شروع شده در اواخر حمایت میکنین؟ فکر میکنین مؤثر است؟ به صورت طبیعی از گفتگوها باید حمایت بکنیم، ولی خواسته ما همیشه ای بوده که در این گفتگوها نباید نقش تعیین کننده دولت افغانستان تحت سوال برود. دولت افغانستان باید نقش خود داشته باشه، پرنسیپ اول. پرنسیپ دوم که روی مذاکره مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان باید تاکید صورت بگیره. یعنی در حال که این کار در مسکو نشد، متاسفانه، ولی آرزوی مایی است که کار شود. این یکی از نظریات بوده که من نتوان با همکاران دولتی خود و همچنان با همکاران بین المللی خود شریک ساختیم. ببینید به عنوان نگرانی، یعنی یک گام به جلو ای هست که مردم به میز مذاکره آوردی، ولی مهم آلی ای هست که این مذاکره مستقیم بین دولت و طالب صورت. اما اگر فردا یک نشست در تهران باشه، بعد در تاشکند باشه، بعد در پکن باشه و در او مثل نشست مسکو حکومت افغانستان حضور نداشته باشه، فکر میکنین کار مؤثر است؟ به هیچ وجه نه. آیا شما فکر میکنین که ایرانی ها رابطه نزدیکتر با طالبان دارن؟ ببینین دوستان ایرانی ما که چندین بار در این مورد با هم صحبت داشتیم روی یک نکته تاکید کردند که اونا یک رابطه اطلاعاتی با طالبان دارن و در عین زمان دولت افغانستان ازشان خواهش کرد که میشه از این رابطه به خاطر صلح کار گرفت، اونا رو تشویق کنین به خاطر صلح تا بشینن با دولت افغانستان گپ بزنن. در این مورد بعض گام های ابتدایی برداشته شده که من امیدوار استم با جدیت دنبال شد. و این دوستای ایرانی شما آیا در برگیرنده قاسم سلیمانی فرمانده قرسم هست که با شما صحبت کردین در رابطه با طالبان؟ ببینین اینا مذاکرات دولت به دولت بوده، هم در سطح سیاسی و هم در سطح امنیتی. من حیث مشاور امنیتی ملی قبلی دولت لازم میدانم که معلومات درمی محدوده نگاه کنم، چون خدای ناخواسته هر وقت میتونه از این معلومات سوء استفاده شوه و به پروسه صدمه برسه. همه ما باید این ضروری بدانیم که حفظ پروسه صلح که به یک نتیجه خوب برای ملت ما خدا کنه بیانجامه بر همه ما ضروری است. آیا شورای مشهد هم امروز وجود داره بر علاوه شورای کویته و پشاور و میرامشاه و شوراهای دیگر؟ ما در این مورد هیچ نوع سند و مدرک را تا هنوز ندیدیم. آیا شما فکر میکنین که فاطمیون یک تهدید است برای آینده افغانستان؟ اگر گروهی به مثل فاطمیون در کشور خارج از چارچوب نظام دفاعی و امنیتی ما بر اساس منافع گروهی و یا هم افکار گروهی ایجاد شود، او را ما به نفع نمیدانیم. نه تنها به نفع نمیدانیم بلکه غیر قانونی میدانیم، چون در افغانستان همه شهروندا مکلف هستند در زیر بیرق افغانستان به خدمت عسکری بروند و به دفاع از وطن. من مطمئن هستم شما معلومات کافی در رابطه با فاطمیون و آنچه که ایران انجام میده دارن. چقدر نگران هستن که این یک سیر خطرناک است برای کشور؟ ببینین نگرانی هایی که دولت افغانستان در این عرصه داشته پیوسته با دولت محترم ایران مطرح ساخته و دولت محترم ایران پیوسته تلاش کرده و
به دولت افغانستان اطمینان بده. اجازه بدین روی مسئله تاکید بکنم که در مورد دوستی و برادری با ایران ما هیچگاه شک و تردید نداشتیم. اطمینان کامل دارم در مواردی که اینا نقاط نظر متفاوت دارن، یعنی بین دولت افغانستان و دولت ایران، متکی بر دوستی و برادری که داریم میتونیم این نقطه نظرها را با هم آشتی بدیم. بسیار خوب. جناب آقای وزیر، در بخش آخر مصاحبه در رابطه با انتخابات میخوایم چند پرسش را داشته باشم. آیا شما نامزد انتخابات رئیس جمهوری پیش رو هستید؟ بله، اگر خواست خدا بود، چون هدفمندانه تنها در این عرصه به تنهایی تصمیم نگرفتیم، بلکه با یک جمع از خواهران و برادران که در یک تیم با هم کار میکنیم تصمیم گرفتیم و در این عرصه با تمام بزرگان سیاسی کشور خود در حال مذاکره هستیم. اکثریت مطلقشان از این تصمیم استقبال کردند، مخصوصا به این خاطر که مسئله صرف در مورد انتخابات و ریاست جمهوری سوی ما مطرح نشده. هدف را که ما مطرح کردیم اتحاد و اتفاق ملی ماست. بسیار. که میخواییم انتخابات یک وسیله برای اتحاد و اتفاق بسازیم. فرق شما با اشرف غنی چی است؟ فرق میگذاریم به مردم ما، ولی آنچه را من مکلف هستم از نام حرکت را که ما برا انداختیم به مردم خود توضیح بدم، این هست که ما با وحدت و اتفاق ملی مردم افغانستان باورمند هستیم. ایره یک مکلفیت صرفا اخلاقی خود نمیدانیم، بلکه ایره یگانه رای بقای ملت خود میدانیم. بناهن در انتخابات تعهد ما ای خواد بود که هر گام ما به خاطر تحکیم و تقویت اتحاد و اتفاق ملی ما خواهد بود. اینا گذشته ما را هم دیدن و ارزیابی کردن و یقین دارم که روی افکار و پلانای آینده ما بر اساس گذشته ما قضاوت میکنن. همتیمی های شما کی هست؟ ما بخیر وقت کافی خود داشتیم که از همه افتخار معرفی از اینا را داشته باشیم. آیا نهاییست؟ تا هنوز نی. روش کار میکنه. شما در مذاکره هستین با جمعیت، با وحدت، با گروه های دیگه سیاسی؟ با تمام گروه های عمده سیاسی کشور و با تمام بزرگان محترم سیاسی کشور. بله. جمعیت در یک نامه خواستار تغییر نظام شده. آیا شما موافق هستین با این طرح؟ ببینین، آنچه ما از اونا شنیدیم، اونا تغییر نظام به یک شکل تعریف کردن که بسیار مهم است به او توجه شود. اونا در نظام ریاستی موجود طرفدار ایجاد پست صدارت هستند و این در نظام اجرایوی موجود یک تغییر است، نه تغییر نظام در کل. من فکر میکنم اونا دلایل بسیار مهم برسی مسئله دارن که باید مورد توجهی جدی قرار بگیرم. شما موافق هستین با همین تغییر اجرایی؟ اجازه بدین که این مسئله را در تفصیل که ما در مذاکره در حال حاضر قرار داریم، این مسئله به بررسی گرفته و خدمت ملت محترم خود طبعا به اطلاع می رسانیم که روی چی توافق کردیم. ولی آنچه مهم است در این بحث ای هست که هر پیشنهاد معقول رهبری محترم سیاسی کشور خود باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بدیم. آیا شما موافق حفظ ریاست اجرایی هستین؟ حداقل به هیچ وجه حکومتی که باز خدای ناخواسته این مشکلات دو سر بودن حکومت تکرار کنه به نفع ملت نمیدونیم. پس نیستن. ببینید، اگر شما ریاست اجرایه را به حالت فعلی نگاه کنین که نه خودشون طرفدار زیستن و نه من طرفدار زی خود بودم، ولی اگر قرار باشه از طریق تعدیل قانون اساسی در
چارچوب نظام اجرایوی دولت تغییرات را بیارین که باعث مسئولیت بیشتر شود، باعث حسابدهی بیشتر شود و باعث برهم زدن نظام نشود، او بحث مشروعی است که باید طرف‌های مختلف این روند عملا به او بپردازن. ایجاد معاونیت سوم چی؟ 100% طرفدار از این هستم که از رای تعدیل قانون اساسی این معاونیت ایجاد شود تا اطمینان مردم ما حاصل شود که در سطح رهبری دولت اما چهره ملی کشور ما به خوبی تمثیل شود. بسیار خوب. اگر با این فرضیه که صلح اولویت شماره یک افغانستان باشه، آیا موافق به تعویق انتخابات برای رسیدن به صلح هستین؟ ببینین، این صحبت بسیار به صورت انتزاعی و بدون از اینکه واقع بینانه باشه مطرح شده. حالت فرضی ای است که گویا طالبا حاضر هستن به مذاکره بیاین به شرط از اینکه حکومت موقت ساخته شد. ما چون این چیزی را از طالبا نشنیدیم. اونا هم رد کردن و کسی مذاکره هم رویش نکرده. بنان او نادیده موزر از پای کشیدن یک کار عقلانه نیست. اول باید بیاین سر میز مذاکره بشینن، خواستای خود مطرح کنن و در اون زمان ملت ما با یک اجماع به خواستایشان پاسخ بدن. اما چیزی را که باز میخواییم رویش تاکید بکنم، ملت ما هیچگاه نظام را نخواد پذیرفت که او از رای انتخابات نامده باشه. ملت ما تصمیم خود در این مورد گرفته. در هر صورت چی شما او را به تأخیر بردین چی نه بردین، چی مذاکره باشه چی نباشه، آرزوی ملت ای هست که نمایندگی مشروع خود از رای انتخابات در نظام به میان بیاره. بران ای باید یکی از خطوط سرخ و قرمز باشه که همه در او به او وفادار بانیم. اما اگر انتخابات 20 اپریل 2019 برگزار نشه، 6 ماه بعد برگزار شود، 3 ماه بعد برگزار شود، تغییر زیاد کلان نیست. این یک حالت فرضی را شما صحبت میکنین. سوال اول من این خود بود که چرا میخواین انتخابات به تعویق بردین؟ دلیل؟ آیا دلیل این هست که تا او زمان شما وقت کافی میافین تا طالبان را سر میز مذاکره بیارین؟ یا آمادگی تکنیکی نیست فرض کنید؟ آمادگی تکنیکی قابل قبول نیست برای اینکه این ضرب الاجل تعیین شده از قبل خودشان اعلان کردن، بررسی کردن، ماها وقت گرفت، کمیسیون محترم ایره اعلان کرد و دولت محترم از او حمایت کرد. پس شما آمادگی برای انتخابات 20 اپریل دارین؟ کاملا، و باید همه ما آماده برای او باشیم، چون این یک وعده ملی بود که ما بر ملت خود دادیم. به عنوان آخرین سوال آقای اتمن، حالا که شما نیت دارین گام بزرگتر در زندگی سیاسیتان بگذارین، مردم علاقمند است بیشتر در رابطه با خانواده شما، دارایی شما، خانه نوتان بدانن، چی میتونید بگوین؟ تمام دارایی های من و جایداد من بر اساس قانون ثبت دولت شده و همش معلومات عامه است و در فکر میکنم اینترنت هم پخش شده، یعنی مردم به او دسترسی داره. اگر یک بار تشریح کنین چون هم دارایی ها ببینین، حالا وقت دانه نمیگیرم، اگر شما یک تکمه را فشار بدین در روی صفحه کامپیوتر خود هم دارایی ها را میبینین و هم منابع عایداتی را در اون ملاحظه میفرمایید. این همش دو بار با دولت در ربی طول 4 سال گذشته ثبت شدم. تشکر از فرصتی که بر ما دادین. بسیار خوشحال شدید. بسیار تشکر. تشکر از شما. بخیر باشید.